بیش از نیم قرن است که ایران فرهنگ ایرانی و حوزه زبان فارسی را چنان زیر ذره‌بین آکادمیک خود دارد که بعضی ها میگویند ایران را از ایرانیان بهتر میشناسد. در چارچوب همین تحصیلات ایران شناسی بود که حدود 50 سال پیش با بورسیه ای از زادگاهش وین به تهران رفت و زیر نظر استادانی چون ذبیح‌الله صفا، محمد جعفر محجوب، مجتبی مینوی، ایرج افشار و محمد ابراهیم باستانی پاریزی به تحصیلات خود ادامه داد. پروفسور برت فراگنر امروز ایرانشناس برجسته است که فرهنگ و تمدن ایرانی را در حوزه‌ای فراتر از مرزهای ایران امروز می‌شناسد. او که بعد از هدایت چندین پژوهشکده ایرانشناسی و شرقشناسی در آلمان به وطنش اتریش بازگشته، می‌گوید شکل‌گیری ایران و هویت ایرانی از دوره ساسانیان شروع شده است و شاهان هخامنشی فقط شاهان پارس بودند. پروفسور برت فراگنر، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. شما میگید که تا قبل از زبان ساسانیان حوزه جغرافیایی سیاسی مستقلی به نام ایران وجود نداشته. چرا این حرفه؟ این سوال جالبیه. من رو هم رفته فکرم در با این بود که اصلا ایران رو به چه تشکیل میتوانیم هم از لحاظ فهم هم از لحاظ خودبینی یعنی هویت شناسی و اینا روش نگاه بکنیم. فی الواقع خب حالا که هر چیزی که وجود داشته در حقیقت دولتی که نام ایران برایش گذاشته بود همون ساسانیان بودن. یعنی قبل از اون وجود نداشت ایران شهر. حالا که قبلا هر چی بود نام ایران رو نداشت. البته اینکه معنی این نیست که مثلا ایران وجود نداشته باشه. اسم ایران خود وجه تسمیه یه منطقه‌ای به نام ایران خب از به بندر پیچید به ساسانیان برمیگرده. یعنی مثلا ما در شاهنامه از زبان بسیاری از اساطیر حتی شاهنامه‌ای برمیخوریم به نام ایران. پس البته. اون ساخته پرداخته فردوسی مثلا یا فردوسی که خودش دیدش یک نگاهی است به دوره ساسانیان و ورای آن. بنابراین اون خودش از چیز خودش برداشت تاریخی داره که اون برداشت تاریخی که در چیز قسمت تاریخی گویا که در شاهنامه پیدا میکنیم همون قسمتی است مربوط به ساسانیان. حالا که نگاه کنیم مثلا در شاهنامه مثلا خود هخامنشیان و اینا مقدارش بسیار کمه، اطلاعاتش تقریبا ربطی نداره خب به خود خمانشی. خب این یک موضوعی است که بیشتر به میتولوژی ارتباط داره و انواع و اقسام قصه رو اونجا فراهم کرده که به طور مالی مطمئن. نه، موضوع منظورم اینه که اگه ما روی ایران نگاه میکنیم پس میبینیم که آن را که الان به صورت ایران میبینیم و شاید مثلا اگر به تاریخ نگاه کنیم به عنوان همونطوری که الان میگن ایران بزرگ، بعضیا میگن که من کما بیش موافقم و کمشو موافقم، بیششم شاید نه. و این مسئله علاوه ولی در هر صورت ما میبینیم که ایران ما تا ایران چی بود؟ ایران منطقه ای بود که خودش از مناطق گوناگون ساخته شد. این که مثلا به عنوان ایران در نظر داشتن در دوره ساسانیان و بعد اگر باز هم درباره ایران صحبت میکنن همون منطقه ساسانیان رو در نظر داشتن و اون مناطق جزئی است که توش بودن. اونها البته اسامی داشتن که همشون اسمهایی دارن که بعضی ازشون حداقل که برمیگردن که به چیز به دوره قبل از ساسانیان، آذربایجان مثلا آذربایجان، فارس، کرمان. حالی که خراسان خودش از چیزا ساسانیان اختراع کردن. اینا از مرو و هرات و
بلخ اینا رو چیز کردن، اینا به هم آوردن، به هم رسوندن و به عنوان خراسان به عنوان خراسان به وجود آوردن. ولی جالبش اینه که هر یکی از این مناطق، چه در شمال چه در غرب، هر جایی که خوزستان مثلا، اینا از قدیم الایام به جا مونده. هر چندم حالا که مثلا دولت همون امپراتوری ساسانیان به هم خورده در اثر چیزا، در اثر فتح اعراب و اینا، عربا، این مناطقش، قسمتاش باقی موندن. این یه مسئله هست. منتها جالبش اینه که بعداً این فردوسی که درباره ایران صحبت میکنه، مثلا تعریف میکنه، خب در حماسه خودش، در شاهنامه، اون وقت آن که به عنوان ایران در نظر دارد، همون ایران پیش از اسلام است. یعنی در زمان خلافت امویه و عباسیان و اینا دیگه ایران به این صورت وجود نداشته. و اتفاقا هم اگه شما بررسی بکنیم، مثلا حتی در دوره سلجوقه، ما متوجه می‌شیم که مثلا کسی مانند نظام الملک که همون امپراتوری سلجوقه رو چیز میکنه، به تدریج نشون میده، این هم که تقریبا وسعت دولت ساسانیان رو نشون میده، تقریبا این از کلمه ایران استفاده نمیکنه، اسم نمیبره. اگر ما تاریخ این عبارت ایران، اگر اینو تعقیب میکنیم در تاریخ، در سیر تاریخ، باید متوجه میشیم که توسط افرادی مانند حمدالله مصطفی قزوینی، مانند فضل‌الله رشیدالدین و اینا، همدانی، اینا در دوره مغول خب بسیار چیز کردن، بسیار زحمت کشیدن که این وجه تسمیه این کشور ایلخانیان را به طوری در بیارن که به سنت های مخصوصا به سنت های شاهنامه برگردن و این کلمه ایران را احیا میکنن. و اینا مغولا هم، یعنی این چیزا، ایلخانیان به خصوص قازانخان و پیش از قازانخان هم اینطور، اینا چیز نداشتن، اینا تردیدی نداشتن این موضوع خودشون رو نشون بدن به عنوان چیزا، به عنوان نوه های چیزا، شاهانه گذشته ایران. حالا جالبش اینه که در حقیقت دوره مغول نسبت به دوره های قبل از مغول، ما تغییرات گوناگونی را در سیر تاریخ چیز میکنیم، مشاهده میکنیم. نه تنها خرابکاری ها فلان که معلومه، همه کس میدونه، ولی در حقیقت مغولا یه مقداری چیزا، یه موارد رو وارد کردن به ایران که تا آن وقت، یعنی در دوره خلافت و اینا، سلجوقیان و اینا، به این صورت وجود نداشته. مثلا از خیلی هم از موارد چینی وارد کردن، از چین فرزن این چیز طرز، یعنی مسئله پول، پول ایران مثلا به این ترتیب آن وقت از اون سیستم که سکه شناسا میگن اسلامی، از اون چیز کردن، از اون فاصله میگرفتند و تقریبا میتوان گفت، البته با نام سنتی، با نام های سنتی، اینا همون و سیستم پولی، سیستم چیز، سیستم چین را آوردن. چین آوردن. خب یعنی در واقع شما صحبتتون اینه که ایلخانان کسانی بودن، یعنی در دوره اونها زمانی بود که حوزه جغرافیایی سیاسی به نام ایران مشخص شد. و به ترتیب مشخص شد که تقریبا همون ایران ساسانی ها رو منعکس میکنه. حالا براتون مثلا با چیزای با وجوه گوناگون، ما فرزن دوره خلافت، البته ایرانی ها نابود نشدن، ایرانی ها که بودن، منتها اگر به مناطق
ایرانی نگاه میکنیم متوجه میشیم که اینا مخصوصاً غرب و شرق را از هم دیگه تشخیص دادن. یعنی از یک لحاظ خراسان بود، از اون لحاظ از اون طرف سمت غربی این منطقه منطقه مهمشون دوی خلفا این گویا عراق عجم بود. ما عراق عجم داشت و عراق عجم هم وراش هم آذربایجان بود، اون وراش هم فارس بود و فلان. این که بود ما تا این دو قسمت مهم هم عراق به قول خود ایرانی عراق بود، عراق منظورتون عراق عجم بود نه بین النهرین و از اون طرف خراسان. خب این گویا این روبروی عراقیا و خراسان یه مسئله ای هست که مادام در چندین قرن شما میتونید مشاهده بکنید در متون تاریخی. آها بسیار. حالا شما میگید که ایرانی ها خودشون عنوان پیشتاز فرهنگ میبینن و برای اینکه ثابت بکنن از متون تاریخیشون و از تاریخ باستانشون به شخصیت هایی آوردن بیرون و نقش تازه بهشون دادن. مثلا شما میگید که مزدک رو اولین کمونیست جهان میدونن یا کجا کوروش کبیر بنیانگذار حقوق بشری. شما فکر میکنید که ایرانی اونقدر افسانه سازی کرد؟ البته این البته بسیاری از این موارد ما تو به ترتیب میبینیم که ایرانیای فعلی یا ایرانیان یک یا دو عصر دو قرن اخیر ما چیز می‌بینیم آنها این گرایش رو دارن که چیز خودشون رو این ماضی خودشون گذشته خودشون رو میخوان بشناسن تشخیص بدن و به وضع فعلی خود به وضع معاصر خودشان ربط بدن. و این هم درست میشه هویت سازی و آن که در نظر من و این هم درست یه مسئله خاص ایرانیان نیست. از با چیز با بعد از چیز دیرش بشه بعد از انقلاب فرانسه این ملیتگرایی که به وجود آمده مخصوصا ملیتگرایی رومانتیک مرتب به این چنین موارد برمیگرده. حالا مثلا اگر فرض کنیم اوپرای واگنر رو در چیز در آلمان در نظر میگیرید و همون حماسه مال نیبلونگن لید که به آلمانی میگن این اهمیتش اون وقت پیدا شده به عنوان یک حماسه ملی آلمانیان که مورد سوء استفاده هم قرار گرفته توسط ایرانیان نازی‌ها. در این مورد استثنایی حالا وجه استثنایی ندارن. خب آنکه من میخوام برگردم میخوام مخصوصا ایرانی ها که بعضی وقتا میان ایرانیان ما یک گرایش پیدا میکنیم که میخوان هویت خودشون بزرگتر از اون چیزی نیست نه بزرگتر که به صورت استثنایی در بیارن. ولی بنده با یعنی هنر نزیران نست و بس رو بگم در گویا در بشربینی اگر میخوام بگم من مخالفم. من ترجیح میدم که به همه از هر کشوری باشد، از هر فرهنگی باشد، هر تمدنی باشد که ما بالاخره این ساختار مشترکی که انسان بشر نشون میده که اینو ما نشون میده. یعنی در واقع شما تمدن ایرانی رو بخش از تمدن بشری میبینید در مجموعه خودش. شما در یکی از کتاباتون عنوان پرسفونیا دادید، البته کتاب عنوان مفصل تری داره که شاید بشه به فارسی گفتش که مثلا قلم روی زبان فارسی، محلگیرایی، هویت و ارتباط زبانی در تاریخ فارسی ترجمه شد. در این روزها قرار شد که در این روزها چاپ بشه در تهران به نام فارسی زبانی. آقای این مترجم آقای استاد فیروزآبادی که خودش از اساتید زبان و ادبیات آلمان در دانشگاه تهران هستن اینا ترجمه کردن و فارسی زبانی گذاشتی. چه میگید در این کتاب؟ چون این عنوانی که شما دادید پرسفونیا به نظر این واژه جدیدیه. واژه تقریبا نیم ساخته است. ما فرانکوفونی داریم، من فرانکوفونیا داریم، انگلوفونیا داریم. من اینا پرسفونیا میخواستم نشون بدم که در حقیقت اگر حالا به خصوص من به دوره پیش از اسلام بر نمیگردم من تا دوره اسلام جو هم رفته دوره اسلامی من اصلا فکرم از روی این بود که ما مرتب تا
تشخیص میدیم که این به وجود آمدن فارسی و یک حالت مقاومت به عنوان یک نشونه مقاومت ایرانیان بر علیه اعراب دیده شده. برای اینم باز هم به این جریان ملیتگرایی ایران و هویت بینی چیز همون ملیتگرایی ایرانی هم میتوان گفت 150 سال فعلا برمیگرده. حالا نگاه کردم و متوجه شدم که این فارسی، فارسی نو به اصطلاح، یعنی فارسی، زبان فارسی به خط عربی وجود آمده نه بر علیه عربی بلکه بیشتر، من مختصرش میکنم، بیشتر با یک حالتی که کار پردازی انجام میشه. یعنی عربی زبانی بود برای مواردی چند و فارسی هم به عنوان در یک منطقه ای، این یه منطقه خاصی را، البته در کشورهای عربی زبان که عربی عربی مونده، خب ما تا آن که ما بینیم که یه منطقه هست که متوجه میشیم که فارسی اونجا در کنار عربی یا همراه با عربی خودش به عنوان یک زبان نو، یک زبان نوساز به وجود میاد و متوجه میشیم که این مخصوصا کجا در چه حالتی انجام میگیره این جریان، مخصوصا با همراه هم قدم با وسعت چیز، با وسعت دین اسلام، دین و فرهنگ اسلامی و میبینیم که این زبان فارسی از اول وسیله بود که آدم میتوانست به عنوان، میتوانست مثلا در چارچوب این فرهنگ و تمدن اسلامی زندگی بکنه، یعنی اسلام مؤمنی هم باشه، مسلمان مؤمنی هم باشه، در حقیقت در این چارچوب اونوری جمعیت زندگی بکنه بدون عربی و از عربی و این حالا که اگه به این ترتیب نگاه میکنیم متوجه میشیم که با وجوه گوناگون روبرو میشیم. یکی این است مثلا پیش از اسلام کمتر در ایران، منتها در آسیای مرکزی ما اونجا مشاهده میکنیم که یه زبانی اونجا وجود داشته، سوغدی، که سوغدی کمتر زبان مادری افراد بوده، ما تا بیشتر یک زبان عمومیه چی میگن کمونیکاسیون بوده، زبان ارتباطات، زبان ارتباطات بوده، از گرفته از هم از مرز ساسانیان تا به چین. و اینا کی بودن؟ اینا بیشتر تاجر بودن، اینا و خودشون به صورتی در اونی که همون کتاب ارتباطی شده برای انواع و اقسام اقوام و افراد. بسیار خیلی خوب. حالا فارسی منظورم فقط اینه که این فارسی تقریبا نقش این سوغدی رو در برمیگیره، در حالتی که نگاه میکنه که این روند اسلامی شدن اون مناطق، این سوغدی عقب میره و فارسی جای سوغدی رو میگیره و زبان ارتباطات یک منطقه وسیع میشه. مثلا خود شما وقتی از ایران حرف میزنید میگین که جامعه ایران در بین کشورهای منطقه خیلی خاصه و در اون ظرفیت برای رسیدن به یک جامعه مدنی، دموکراسی و بالاتر شدن سطح فرهنگ و آگاهی خیلی بیشتره و اینو از نظر تاریخی میگید دیگه با مطالعه تاریخ. سوال اینجاست که خب پس چرا یک چنین جامعه ای با همه این پتانسیل و ظرفیتی که تاریخ داشته در اون بعد از هزاران سال ما حکومت اسلامی برقرار میشه؟ تاریخ اینطور بازی میکنه، یعنی حالا که ما مسئله فلسفی میشه، یعنی خارج از جریان تاریخ هست، منتها این شناسایی تاریخ هست، یعنی ما این قضاوت بر تاریخ ولی و این رو
ما چیز در میان جامعه شناسان و به خصوص هم فیلسوفان چیز آلمان دو نفر هستن چیز هوکهایمر ادورنو که همون رساله معروف دیالکتیک در آفکلیرونگ نوشته بودن و نشون دادن که ما پیشرفت به این صورت یه پیشرفت یک راهه وجود نداره در جریان خط مستقیم پیشرفت وجود نداره زیگزاگی و پیشرفت هم خودش حالا پیشرفت هم پس رفت هم میتونه باشه ما نمیدونم کجا پیش میریم بسیار خوب پیشرفت خودش هم یک برداشت اصلا جدیده پیشرفت دوره صفویان یا اینا اصلا کلمه پیشرفت اول وجود نداشته و بیش از اینا معنی نمی داشت خب حالا شما نقش ادبیات و شعر رو در به اصطلاح تبلور هویت ایرانی یا زنده موندن هویت ایرانی چقدر میدونید؟ خیلی مهمه. خیلی مهمه. اینم باعث میشه اینم دلیلش اینه که این یکی از این رموز موفقیت زبان ایران زبان فارسی تا اینکه زبان ارتباطات بشه از گرفته از آسیای صغیر تا به هند تا به آن ورای مرزهای چین و اینا این با افرادی مثل که ترک زبان بودن هندی زبان یا حسن هندی زبان بودن فلان و فلان اینا این یکیش این بود که در حقیقت این ارث ادبی ایرانیان همیشه کمک کرده که دیگران را هم در این یعنی چیز بکنن یه تحریک بکنن که بالاخره علاقه خودشون پیدا بکنن کسی که میخواست فارسی یاد بگیره بهشون الهام بده در واقع برای یک کشیدن مثلا یاد گرفتن فارسی برای چیزا در سیر قرون ما ببینید کسانی که میخواستن فارسی یاد بگیرن این از روی شعر حفظ کردن شعر شعر و حماسه و اینا از این رو یاد میگرفتن یک سوال دیگه در مورد شما در مورد حالا بحث شعر و ادبیات کردیم برای به اصطلاح بقای هویت شما به خیلی به آشپزی ایرانی هم خیلی علاقه مند هستید و با چند اندازه این به اصطلاح نقش غذا و فرهنگ غذایی چقدر در هویت مهمه اینم همیشه در هویت مهمه به خصوص برای اونا که فعلا میگه دوست داریم درباره دیاسپورا صحبت میکنم برای آنها هم حتی مهمتر است به خاطر اینکه این دلتنگی برای وطن و اینا با غذای ملی گویا ارتباط داره بنابراین هم در حقیقت هم اگر ببینیم این غذاها این چیز شدن در این جلب شدن توسط استاد مرحوم ایرج افشار که باش یه صحبتی داشتیم باز هم جالبه که اصلا به اینم اگر این تغییر غذا تغییر آشپزی در روند تاریخ اگه اینا در نظر بگیریم جالبش این میشه که این هم با این سیر تجدد زیر جدید شدن در این هم خودش یه نقشه خودشو داره نقشه بازی میکنه و این من روی این نگاه میکنم جالبش اینه که مثلا ما در چیز در دوره قاجار فرض کنیم دوره ناصری و اون طرف حتی مظفریه تا تقریبا 100 سال پیش شما میتونید تشخیص بدین که اگر متون آشپزی رو چیز مقایسه میکنه متوجه میشین که در چیز یه مثال میارم مثلا در باب پلوها اینا پلوهاشون انواع اقسام پلوها که اینا داشتن وسیع تر بود از حالا عجب خیلی هم وسیع تر بسیار خوب شما
اسم دخترتون رو گذاشتین شیرین. آیا این طبیعتاً اینو از ادبیات ایران گرفتید و دوست داشتین؟ حالا این کدوم شیرین هست؟ نه این تهیه ببینم ما یه چیز ما گفتیم که ما وقت دخترمون به دنیا آمد این آلمان بوده در حقیقت. ما قبل از این خانم بنده 4 سال و یا بنده 5 سال در ایران زندگی کردیم. پشت هم در ایران زندگی اون وقت هم جوان بود و با چیز با ادبیات و اینا سایکای بودیم فلان. خب ما گفتیم یه اسم خوشگل ایرانی میخوایم بهش بذاریم. خب بعد تصمیم گرفتیم شیرین باشه. شیرین دیگه همون شیرین شیرین خانم نظامی یا شیرین فرهاد. بله شیرین باشه ولی همراه این همراه یه اسم چیزی یه اسم گویا غربی هم باشه. خب و ما انتخاب کردیم کاتارینا. کاتارینا به خاطر این کاتارینا خب هم در شما برمیگرده به همون چیز به همون گویا به همون میخوایم بگیم برخورد یا همزیستی میان بیزانس ها بیزانتین ها و ساسانیان. خب شیرین از اون طرف کاتارین از اون طرف. بعد هم میخواستیم یه نامی بذاریم که برمیگرده به خانم های محکم. خب محکمی هم خانم های مهم تاریخی. یکیش تاریخی بود کاتارینا و یکیش هم شیرین. خودش ما اول بیشتر مثلا کاتارینا بهش گفتیم و صداش کردیم اونا. ولی خودش در سن حالا من نمیدونم که فکر میکنم 12 سالگی 13 سالگی گفت خیلی خوب از این به بعد از همه تون خواهش میکنم به من بگین شیرین. بسیاری خیلی متشکرم. خیلی برابر با این برابر با شیرین این صحبت شیرین رو تموم میکنیم. برد فرق خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. ممنون سلامت باشید. بسیار متشکرم.